هیل نشریه کنگره آمریکا در یک سریال تلویزیونی ده قسمتی به نام ایران داستان ناگفته که در پایگاه اینترنتی این نشریه پخش می شود به بررسی موضوعات نظیر حملات و توطعه های تروریستی رژیم آخوندی علیه کشورها و شهروندان خارجی طرحهای تروریستی علیه مخالفان سیاسی و فعالان مقاومت ایران نقض وحشتناک حقوق بشر از جمله قتل عام سی هزار زندانی سیاسی تلاش مخفیانه رژیم برای دستیابی به سلاح اتمی، کارزار شیطانسازی علیه مقاومت ایران و نقش سازمان مجاهدین در سمدهی و هدایت اعتراضات و قیامهای مردمی میپردازد پردازد. With look back at Iran's role in a bombing in 1996 that tragically killed 19 U.S. airmen in Saudi Arabia. بخش اول این سلسله برنامه که به نقش رژیم آخوندی در انفجار برجهای خبر در شهر زهران عربستان سعودی اختصاص دارد ضمن اشاره به حمله تروریستی رژیم آخوندی به مجتمع مسکونی خبر در جوان 1996 که تیان 19 تن از پرسنل نیروی هوایی ایالات متحده کشته شدند به نقل از یکی از ماموران اف بی آی می گوید

کمک زیادی به محققان کرد. اما اعضای عالی رتبه دولت کلینتون شروع به کم جلوه دادن نقش رژیم ایران کردند. هرچند کلینتون در یک تلگرام مخفی برای سران رژیم اظهار داشت که ایالات متحده شواهد معتبری دارد مبنی بر اینکه رژیم ایران و تروریست های محلی به طور مستقیم در این حمله دخیل بودند. That Iran and local terrorists were, quote, directly involved in the attack. Louis Free, FBI director in 96, was frustrated Iran was not held accountable. <laughs> به خاطر اولویت دادن به سیاست مماشات محکوم کرد. آنها نمیخواستند با واقعیت و حقیقت مواجه شوند که حکومت ایران 19 آمریکایی را به قتل رسانده و برج های خبر را منفجر کرده است. The fact and the reality that the Iranian government had murdered 19 Americans. In accordance with Section 219 of the Immigration and Nationality Act, last September, a federal court in the United States found Iran and the IRGC responsible for the 1996 Kobar Towers bombing. در سپتامبر گذشته یک دادگاه فدرال در ایالات متحده رژیم ایران و سپاه پاسداران را مسئول بمبگذاری برج‌های خوبر در سال 1996 دانست که 19 خدمه آمریکایی را کشت. در 40 سال گذشته سپاه پاسداران فعالانه درگیر تروریسم بوده و گروه‌های تروریستی دیگر را ایجاد، پشتیبانی و هدایت کرده است. and we're joined now by the former fbi agent you saw in that piece, bassem youssef. thank you so much for joining us. bassem, good to see you. thank you, buck. so to be here. as lead investigator in the Kobar towers attack, i mean, how strong was the evidence uh, that the iranians were the ones that were responsible? هیل well, it, it really سپس در گفتگو با بسام یوسف از اف به عنوان محقق اصلی در پرونده برش خبر عربستان گوشه های دیگری از این اقدام تروریستی توسط رژیم آخوندی را تشریح کرد.

در تابستان گذشته جمعیتی در پاریس برای نشست سالانه جنبش ایران آزاد که خواستار پایان رژیم وحشی حاکم بر ایران بود گرده هم آمدند. سیاستمداران مداران برجسی ایالات متحده، هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها مانند بیل ریشارسون، فرماندار سابق نیو در این گرده همایی سخنرانی کردند. در همین حال در بلژیک توته برای حمله به این گرد همایی مهم آشکار می شود. پلیس و تکنسین های بمب خودروی یک زوج متهم به کار با یک دیپلمات رژیم ایران را برای بمبگذاری در تظاهرات پاریس محاصره کردند. مزنونین به اندازه کافی مواد انفجاری داشتند که بکشند و زخمی بکنند. سفیر لینکلن بلومفیلد میگوید

طرح پاریس تایید می کند که چرا ایالات متحده ای آمریکا رژیم ایران را به عنوان حامی شماره یک تروریسم دولتی طبقه بندی می کند. تن از ناراضیان ایرانی و اتباع خارجی طی دهه های گذشته هدف گروه های بمبگذار و جوخه های ضربت بودند. در آوریل 1990 در سوئیس تروریست های رژیم ایران یک دیپلمات سابق سازمان ملل و برادر رهبر گروه اصلی اپوزیسیون ایران را به قتل رساندند. در فوریه 1996 در ترکیه، عوامل رژیم ایران یک عضو ارشد مقاومت ایران که از حقوق زنان و پناهندگان ایرانی حمایت می‌کرد را کشتند. سال گذشته طرحهای تروریستی افزایش یافت. در مارس 2018 ماموران رژیم ایران در حال برنامه ریزی برای بمبگذاری در اجتماع اعضای اپوزیسیون ایران در آلبانی بودند که شهردار جولیانی در آن سخنرانی می کرد. پلیس آلبانی این حمله را خونسا کرد و سفیر رژیم ایران را در اوت 2018 اخراج کرد. وزارت دادگستری آمریکا دو ایرانی مقیم آمریکا را به خاطر اقدام به عنوان عامل مخفی رژیم ایران برای جاسوسی روی مراکز یهودی در شیکاگو و تحقیق در مورد اعضای اپوزیسیون ایران در واشنگتن دی سی برای یک حمله احتمالی محکوم کردند. So it... تلویزیون هیل سپس در گفتگو با استرون استیونسون به بررسی عملیات تروریستی رژیم در سالهای اخیر پرداخت. استیونسون با مرور اقدامات تروریستی رژیم علیه جنبش مقاومت در کشورهای مختلف، از جمله در فرانسه، ترکیه و آمریکا، با هدایت مستقیم وزارت بدنام اطلاعات آخوندی نتیجه‌گیری کرد there is no way that the current regime is sustainable they're still trying to spend billions backing all of these proxy wars around the middle east spending uh, you know billions trying to uh, demonize the opposition the ncri and uh, you know sponsoring these terrorist attempts around the world this is not sustainable the people taking to the streets in all the towns and cities in iran for the past 16 months many of them are shouting what about us? Forget Syria, forget Hezbollah. What about us? Pay our wages, help us to feed our families. I mean the economy is collapsing in Iran. The mullahs are on the last legs and the tipping point is about to be reached where they will be swept from power.